این شکست مطلق به اصطلاح حکومت اسلامی در تحمیل ارزش های خودش، ایدئولوژی خودش، فرهنگ و سیاست خودش به جای رسونده که شعار در واقع نه به جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور به همگانی ترین شعار جامعه تبدیل شده. بنابراین دیکتاتور اعظم در ایران به جای اینکه صدای مردم رو بشنفه، صدای در واقع انقلاب مردم ایران رو علیه حکومت اسلامی ایران بشنفه، در واقع نعل وارونه میزنه و به اصطلاح نوعی فرار به جلو میکنه و در حالی که جامعه یکسره با شعار در واقع برچیدن این نظام در میدانه سعی میکنه یک به اصطلاح وعده ها یا رجزخانی رو در پیش بگیره که گویا امکان احیای اون فرهنگ اسلامی، اون انقلابگری اسلامی وجود داره و فکر میکنم که در این زمینه این فرار به جلو بیش از آن که پیامی به جامعه باشه نوعی تلاش برای جلوگیری از تزلزلی است که در صفوف خودش ایجاد شده و به این ترتیب به نظرم بیشتر یک شعار تبلیغاتی است. همونقدر به اصطلاح شعر و سرود سلام فرمانده کارا بود که اظهار نظر آقای خامنه ای کارا خواهد بود. به نظرم از این منظر اگر نگاه بکنیم اینو در واقع نشانه های ترسی که در درون دستگاه قدرت ایجاد شده، این رو واکنشی در برابر اون ترس باید دونست که سعی میکنه حول شخص خودش دوباره یک نوع انسجام سیاسی ایجاد بکنه. به گمان من کار از کار گذشته و روز به روز شعار مرگ بر دیکتاتور فراگیرتر در جامعه خواهد شد و جامعه مطلقاً به آنچه که آقای خامنه‌ای و کل دستگاه قدرت سیاسی میاندیشه تن نخواهد داد، بلکه روز به روز بیشتر به چالش اون خواهد پرداخت اگر مسیر اینگونه پیش بره که من فکر میکنم فردا با توجه به اینکه روز دانشجو هم هست و دانشجویان گسترده علیه این حکومت و خامنه‌ای همراه با پا به پای مردم عمل خواهند کرد، بنابراین فکر میکنم ادامه این مسیر اعتراضات متوالی ایران رو در مسیر موقعیت انقلابی قرار خواهد داد. این وحشته که باعث این رجزخانی آقای خامنه‌ای شده و فکر میکنم در این رجزخانیش هم مثل اون پروپاگاندای سلام فرمانده شکست خواهند خورد.